جمع آقای رئیس جمهور، به استحضار میرسانم این پروژه با ظرفیت اسمی 1,000,000 تن در سال با جدیدترین تکنولوژی معاصر توسط شرکت دانیلی ایتالیا طراحی و ساخته شده است و این پروژه در دوران بسیار سخت تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه نظام سلطه و استکبار توسط متخصصین داخلی و خارجی به بهره برداری رسیده و حجم سرمایه گذاری پروژه حدود 185 میلیون دلار می باشد که 60% آن آورده خارجی و 40% سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری داخلی می باشد. روش تولید محصول به صورت شمش به صورت کوس الکتریکی و ظرفیت کوره اصلی 160 تنی می باشد و دارای 8 پاتل کوره میانی 140 تنی و در واقع با ریختگری تمام اتوماتیک با 6 خط یکی از مجهزترین و تازه ترین تکنولوژی ها در حوزه فولاد می باشد. لازم است اذعان بکنم که با توجه به اینکه سرمایه گذاران عزیز و سهامداران ملاحظات زیست محیطی را در واقع مد نظر داشتند، موضوع رعایت پروتکل های زیست محیطی و نحوه مصرف آب با آخرین متد تکنولوژی روز دنیا استفاده شده، ما آلودگی هوا نخواهیم داشت در منطقه و با کمتر میزان مصرف آب در منطقه هم خواهیم داشت. جناب آقای رئیس جمهور، با اشتغال و آغاز به کار این پروژه نزدیک 700 نفر به صورت مستقیم اشتغال خواهند داشت، فقط در حوزه حمل و نقل 700 نفر اشتغال خواهند داشت و به صورت غیر مستقیم 4500 نفر اشتغال خواهیم داشت. این صنایع به پروژه صنایع پایدستی و بالادستی هم خواهد داشت، مضافاً بر اینکه در حضور حضرت عالی از مقامات محلی و از مهندسین و کارگران و کارمندانی که در واقع در ایجاد این پروژه سهم سزایی داشتن تشکر میکنم و در خدمت حضرت عالی هستیم که دستور بفرمایید اگر سوالاتی هم باشد در خدمت جناب عالی هستیم. خیلی ممنون و متشکر. سوال من فقط اینه که از کی شما این مجتمع بزرگ رو کارش رو آغاز کردید و خب پایانش قاعدتاً یکی دو ماه قبل بوده، حتماً به پایان رسیده که امروز افتتاح میشه، شروعش از کی بود آقای دکتر حسینی؟ جناب آقای رئیس جمهور، شروع پروژه از سال 92 بوده ولی در واقع فعالیت عمده پروژه از سال 65 بوده که در واقع در سال‌های اخیر شدت گرفته و بهره برداری آزمایشی به خوبی انجام گرفته، امروز در واقع به زوبه‌های تولید واقعی در واقع انجام خواهد گرفت. بسیار خوب، خیلی متشکر و ممنون از جناب عالی، از همه سرمایه گذاران، از همه مدیران، مهندسان، کارگران و مردم بسیار خوب زنجان. آقای استاندار هم اگر نکته‌ای دارند قبل از فرمان افتتاح بیان بفرمایند. جناب آقای رئیس جمهور، از زمان ابتدای حضور بنده نقشه راهی با توجه به ویژگی‌های توجه ویژه به بحث گفتگو با بخش خصوصی، پنجره واحد و ستاد تسهیل ترسیم شد. امروز ما نتایج این نقشه راه را ملموس می‌بینیم. استان زنجان در فضای کسب کار در نرخ مشارکت اقتصادی رتبه سوم و چهارم را داره. سرمایه گذاری خارجی در این استان 156 میلیون دلار بوده. در شرایط کرونا بیمه اجباری ما آقای رئیس جمهور در فروردین 99 110983 نفر بوده، در صورتی که در آذر ماه 99 این رقم به 116427 نفر افزایش پیدا کرد. بیمه بیکاری ما در آذر 98 3217 نفر بوده، این در حالی است که در آذر 99 بیمه بیکاری ما 2830 نفر بوده، یعنی بیمه بیکاری ما 387 نفر هم کاهش پیدا کرده. ما امروز در دهه فجر 791 پروژه با 9951 میلیارد
تو افتتاح میکنیم. سه تا کار عمده در حوزه تولید آقای رئیس جمهور انجام دادیم. یکیش افتتاح همین پنج پروژه است که به مبلغ 7000 میلیارد تومان. من محضر شما سوال جناب علی رو اینجوری جواب بدم، سه واحد این امروز افتتاح میکنیم، سه واحدش در 98 و 99 شروع شده تمام شده، سه واحد بقیه از 92 شروع شده ولی تا 97 30% پیشرفت داشته، 70% این طی سالهای 97 تا 99 بوده. موضوع دومی که بوده بازگرداندن واحد تولیدی به تولیدی تعطیل شده که بین 4 تا 15 سال تعطیل بوده به چرخه تولید بوده، که ما در طی سال 97 تا 99 60 واحد تولید را به چرخه تولید برگردوندیم و 2000 اشتغال احیا شده. موضوع سوم هم واحدهای تولیدی که مشکل داشتن رفع کردیم. آقای استاندار، گزارش بسیار خوبی بود، امیدوار کننده بود برای همه مردم ما. اینکه ما در پایان 98 تا امروز تعداد بیمه بیکاری ما کاهش پیدا کرده، یعنی بیکاران ما کم شدند، حدود 380 نفر شما گفتید کاهش پیدا کرده، این معنای بسیار مهمی داره. و نکته دومی که شما اشاره کردید، پروژه هایی که امروز افتتاح میشه عمدتاً در سال 97 و 98 در واقع تکمیل شده و آماده شده برای امسال که سال 99 هست. از جناب عالی، از امام جمعه بسیار محترم و مکرم استانتون، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از همه سرمایه گذاران سپاسگزاری و تشکر میکنم. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای دوران انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی، کارخانه ذوب مجتمع فولاد شرکت البرز رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.